هفت رنگ، هنر صنعتی با قدمتی بیش از 6000 سال. هنر صنعت کاشی و سرامیک نسل به نسل منتقل شده و حالا جوانان کشورمان با ایده های نو به ارمغان گذشتگان زیبایی می بخشند. نقوش ها زیبا و سنتی بود که منو کمک کرد به هم که یه جورایی موفق باشم. کار با دست واقعا یه انرژی دیگه ای داره. برای ساخت کاشی هفت رنگ باید از هفت مرحله عبور کرد. بعد از انجام دادن طراحی سوزن می کنی که با گرده زغال طرح منتقل تغییر میکنیم روی کاشی و بعد از مرحله دورگیری رنگ‌آمیزی هستش و داخل کوره پخته میشه. ارزش افزوده بالای این هنر زیبا و ماندگار باعث شده هنرمندان بسیاری را جذب کند. این کاشی زمانی ارزشدار میشن که ما روشون نقاشی رو با دست انجام بدیم. اون چیزی که خیلی متفاوته و قیمت کار رو متفاوت میکنه زمان اجرا و نوع طرحی که داریم کار میکنیم. بازار کار خیلی خوبی داشته باشه چون که علاقمند به کار کاشی زیاد هستش. همکنون 295 رشته صنایع دستی فعال در کشور وجود دارد که در عرصه فروش سفال و سرامیک رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. ما در سال 97 در حوزه صنایع دستی بیش از 54,000 شغل مشخص ایجاد کردیم و این ظرفیت بی پایان صنایع دستی کشور رو در اشتغال زایی نشون میده. صنایع دستی با فروش داخلی 1700 میلیارد تومان در سال 97 18% رشد داشت. هنر صنعتی که حتی در کارگاه های کوچک خانگی هم ظرفیت کمک به اقتصاد ملی را دارد. ایرانی ترین کالایی که در داخل داره تولید میشه صنایع دستی کشور ما هست. نقشی که در ارزآوری داره انشاءالله با یک تعصب و غیرت و حمایت تمامی افراد کشورمون خصوصا جوانان در سال رونق تولید هم بتونه شاهد اتفاقات و تحولات بهتری باشه. اما در این مسیر فراز و فرودها کم نیست. الان خیلی کاشی‌های چاپی مرسوم شده، در صورتی که خب یه تفاوت عظیمی بین کارهای چاپی و کارهای دستی هستش، همونطور که اون تفاوت ما توی فرش ماشینی و فرش دست بافت می‌بینیم. فروش بیش از 800 میلیون تومان سفال و سرامیک در 30 نمایشگاه ملی صنایع دستی حکایت از اقبال مردم به این هنر دارد. حمایت مسئولان و اقبال مردم از صنایع دستی کشورمان باعث افزایش صادرات و فروش داخلی می شود که رونق تولید ملی را در پی خواهد داشت.